بیانیه کانون وکلای انگلستان و ویلز، محکومیت تهاجم موشکی به لیبرتی، تأکید کانون وکلا از سوی 150 هزار وکیل و حقوقدان بر مسئولیت و تعهد آمریکا و سازمان ملل برای حفاظت از مجاهدان لیبرتی به عنوان افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو. کانون وکلای انگلستان و ویلز در برگیرنده 150 هزار وکیل و حقوقدان طی یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد کمیته حقوق بشر کانون وکلا حمله موشکی مرگبار به کمپ لیبرتی در بغداد را که 3 کشته و 70 مجروح بر جای گذاشت محکوم می کند. بر اساس گزارش ها حمله در 5 شنبه 26 دسامبر صورت گرفت. طی یک حمله به اشرف در سپتامبر 2013 52 عضو مجاهدین کشته شدند. کمیته حقوق بشر کانون وکلای انگلستان و ویلز این حمله جدید را به شدیدترین لحن محکوم می کند و فراخوان به حفاظت بیشتر از ساکنان این کمپ ایرانیان مخالف را تکرار می نماید. پروفسور سارا چندلر رئیس این کمیته گفت بار دیگر تضمین های سازمان ملل و دولت آمریکا برای ایمنی و امنیت مخالفان ایرانی پوچ و توخالی از آب درآمد. پناهندگان افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو هستند. اکنون ضروری است فوراً برای کمک به مجروحین و ممانعت از جنایات بیشتر علیه این افراد اقدام شود. کافی نیست در حالی که این حملات به وقوع می‌پیوندد کنار نشست و تماشا کرد. سازمان ملل باید از ساکنان لیبرتی حمایت کند و از حقوق به رسمیت شناخته شده بین المللی آنها حفاظت نماید. بیانیه جنبش دفاع از آزادگان اشرف و لیبرتی، حامیان مجاهدان اشرفی در اردن. حمله موشکی جنایتکارانه مالکی به لیبرتی برای پوشاندن جنایت علیه بشریت در اشرف. سازمان ملل و آمریکا مسئول آزادی 7 گروگان اشرفی و تأمین حفاظت ساکنان لیبرتی هستند. چهارمین حمله موشکی توسط شبه نظامیان و وابسته به نوری مالکی به کمپ لیبرتی در 5 شنبه شب 26 دسامبر یک اقدام جنایتکارانه دیگر توسط مالکی و خامنه‌ای برای سرپوش گذاشتن و فضاحت ناشی از کشتار و اعدام جمعی در اشرف در اول سپتامبر است که در آن 52 تن کشته و 7 تن دیگر به گروگان گرفته شدند. و تمامی شواهد از جمله بیانیه‌های کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد و عفو بین الملل نشان دهنده این است که گروگان‌ها نزد دولت عراق هستند. در ارتباط با همین جنایت، دادگاه اسپانیا در کادر اصول اختیارات جهانشمول که کنوانسیون چهارم ژنو برای دادگاه‌های عدالت کشوری قائل است، در حکم خود می‌گوید در اول سپتامبر 2013 نیروهای نظامی عراق که اشرف را در محاصره و اشغال خود داشتند، اجازه اعدام‌های جمعی 52 تن از اشرفی‌ها را که به کمپ لیبرتی منتقل نشده بودند دادند. آنها همگی دارای استاتوی افراد حفاظت شده طبق کنوانسیون چهارم ژنو بودند. 7 تن از افراد حفاظت شده نیز در جریان این تهاجم روبوده شدند که هنوز آزاد نشدند و مقامات عراقی نگفتند که آنها کجا هستند. ما امضا کنندگان این بیانیه خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط گروگان‌ها هستیم و تأکید می‌کنیم که سکوت و بی‌عملی غیرقابل فهم سازمان ملل متحد و دولت آمریکا به خصوص با توجه به تعهدات و مسئولیت‌های مشخص و تعریف شده آنها در قبال تضمین حفاظت از جان پناهندگان مستقر در لیبرتی زمینه‌ساز جنایات بعدی خواهد بود. آمریکا و سازمان ملل متحد باید اقدامات عملی را برای تأمین امنیت ساکنان لیبرتی انجام دهند و مالکی را وادار کنند که گروگان‌ها را آزاد کنند و به او هشدار بدهند که در صورت عدم آزادی گروگان‌ها با عواقب آن مواجه خواهد شد. ما همچنین خواستار انجام یک تحقیقات مستقل و شفاف در مورد جنایت فوق ذکر
با تشکیل یک هیئت حقیقت‌یاب مستقل توسط دبیر کل سازمان ملل و خانم پلای کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد و خواهان تضمین بین‌المللی امنیت و حفاظت لیبرتی با استقرار تیم ناظر سازمان ملل هستیم. بیانیه گروه ایتالیایی همکاری برای فرهنگ حقوق بشر دارای رتبه مشورتی در سازمان ملل. محکومیت حمله موشکی به لیبرتی. فراخوان به سازمان ملل، دولت آمریکا و اتحادیه اروپا برای تضمین حفاظت لیبرتی. یک روز بعد از حمله موشکی به لیبرتی که 3 کشته بر جای گذاشت، یک تروریست بدنام که کارگزار نوری مالکی نخست وزیر عراق است، مسئولیت آن را بر عهده گرفت. در این حمله علاوه بر شلیک ده‌ها فروند موشک تقویت شده با خرج اضافی، از موشک‌های استفاده شده است که قدرت انفجاری آن 10 برابر بیشتر از موشک‌های 107 میلی‌متری است که خرابی‌های گسترده بر جای گذاشته است. ما قویاً حمله اخیر توسط حکومت مالکی را محکوم می‌کنیم و خواهان دخالت سازمان ملل، ایالات متحده و کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای توقف حملات علیه جنبش اپوزیسیون مجاهدین خلق ایران هستیم. روبرتو مالینی، داریو پیکیاو و گلنیس رابینسون، مدیران گروه همکاری بین‌المللی برای حقوق بشر.